قبله ما ایران است. درودی هم میفرستم به اون مردم لرستان و اون همشهری هایی که برای زیارت آرامگاه کوروش و تخت جمشید رفتند و دو هفته پیش تلفنی با هم گفتگو می کردیم، گفتند که رفتند برای زیارت آرامگاه کوروش. آموزگاران گرامی، از درس هایی که وظیفه دارید به دانش آموزان بدید، درس میهن پرستی اینه که اگر قراره که برای زیارت، زیارت به معنای دیدار، نه بوسیدن سنگ و در و آهن و طلا و این چیزا، برن آرامگاه کوروش، کوروش بزرگ، تخت جمشید، فردوسی بزرگ، اگر طوس میریم باید آرامگاه فردوسی بزرگ رو بریم و در برابرش تعظیم کنیم. اگر قراره ببوسیم، بریم آرامگاه فردوسی رو ببوسیم، فردوسی بزرگ رو. آموزگاران گرامی، تصمیم شما، عزم و اراده شما چنان وحشت بر وجود جمهوری اسلامی آورده، چنان ترسیدند که جدا از تهدیدهایی که میکنند، جدا از دستگیریهایی که میکنند، وحشت زده در پی سرکوب
حرکت شما هستن. اما شما آموزگاران، رهبران واقعی این مبارزه، وحشتی از یک مشت ملای خونخوار نداشتون، نباید داشته باشید. شما دلیرتر از اون هستید که با چنین چیزهایی از میدان به در برید. میدان میدان جنگه. گفتم در جنگ خطر کشته شدن هست، خطر زخمی شدن هست، اما پیروزی هم هست. به عشق پیروزی جلو میریم. سرباز یعنی کسی که تصمیم گرفته سرش رو ببازه، زمانی میتونه سرش رو نگه داره که زیر ننگ نباشه، با افتخار زندگی کنه. شما آموزگاران توجه به این مسئله داشته باشید که این آخوندهای گجستگ خودشون رو سربازان دین یا سربازان امام زمان میدونن. شما سربازان دانش، سربازان پیشرفت، سربازان ایران زمین، سربازان کوروش، داریوش، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر، ایران پدر هستید. شما وظیفه بسیار بسیار سنگینی رو بر دوش دارید. به شما گفتم که آخوندها با شما دشمنن. همین امروز یک آخوند گجستگ که نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری است، آیت الله محمد رضا ناصری یزدی، گفته بابا نانداد و بابا آبداد اینها یک عباراتی هستند که روحیه استعماری دارن. حالا ببینید، آخوندی که خودش نوکر استعماره، مأمور استعماره، برای اینکه روپوشانی کنه، تقیه کنه، دروغگویی کنه، میاد اون طریق علمی درس دادن رو میگه که این عبارات استعماریه، به جاش گفته بذارید خدا آب داد، خدا نان داد. آخوند گجستک نادان یا مزدور، اون بابا آب داد روش علمی بود برای این که آموزگاران میفهمن من چی میگم، تو نمیفهمی، چون حقیقت پیش تو پایین تن است. این یک روش علمی است برای یاد دادن الفبا. ای مردک بی سواد گجستک، اون به خاطر اینکه الفبا رو یاد بده، آب چون با آ و ب هست، بابا چون با ب و الف هست، برای یادگیری اینها می اومدن در اون زمان شکوفایی، در دورانی که شاهنشاه آریامهر دلش میخواست که مردم ایران با دانش بشن، که گول شما ملایان رو نخورند، در این راه کوشش میکرد. در اون دورانی که به شما گفتم در برنامه پیشین فرصت نشد در این باره صحبت کنم، حسن هیکل یک نویسنده مصری که یار ناصر بود، عبدالناصر، و اون دشمن شاه بود، هم ناصر بود هم خود این هیکل مخالف شاه بود، ولی دیگه نتونسته یه بخشی از واقعیت‌ها رو ننویسه. در کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند در صفحه 82 می‌نویسه، او یعنی شاه در دسامبر 1944 به موریس لیلاند که سفیر آمریکا در تهران بوده گفته آرزو دارد ایران دموکراتیک شود. ببینید کارهایی را که در ظرف این 37 سال سلطنتش انجام داد، علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و دشمنی‌ها، آرزوهایی بوده که از دوران ولیعهدی داشته. آرزو دارد ایران دموکراتیک شود، اما می‌ترسد که فقدان سواد این مسئله را با مشکل روبرو کنه. درسته، چون برای آزادی باید اول دانشش را داشته باشه. برای رسیدن به این هدف شاه آرزو داشت آموزش رایگان به راه اندازد و در این حال برای کسانی که قادرند از عهده آموزش خصوصی برآیند، آموزش خصوصی نیز برقرار باشد. ای مردم، ای کسانی که سنی ازتون گذشته، به این جوانانی که در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن یا بزرگ شدن، براشون بگید که در اون زمان وضع تحصیل چگونه بود. 1 میلیون دانش آموز در سراسر کشور